با درود بسیار خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتونم، شما و ایران فردا. دلنشین‌ترین لحظاتی که با هم داریم حرف میزنیم، حالا یه وقت با صداتون، یه وقت با نوشته هاتون، فرقی نمیکنه، تنها صداست که میماند، چه مکتوب و چه شفاهی. حالا تصویری هم که اضافه شد، خیلی جالب که ما چه روزهایی رو گذروندیم. من براتون بگم با چه عشق، ساعت 6 صبح من رادیو بودم، صبح خیر ایران شروع میشد با یه دعای بامدادی که من میخوندم و بعد قائم مقامی عزیزم میمد و شروع میکردیم. هوشنگ قانعی نازنین روی تیم کارمون همه میمدن. عجب روزهای خوبی بود، عجب روزهای خوش و خوبی داشت. در هفته که گذشت، خب همه شما شاهد بودید، جناب آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری منتخب مقام معظم، ذوب شده در ولایت از انگشتان پای تا آخرین موی بر سر، کابینه‌شون رأی اعتماد گرفت. البته ایشون هم شعرفایی زد، حالا بماند اینا رو توی برنامه هفته بهش اشاره کردم، ولی خیلی برای من جالب بود. یه انسانی حداقل از اعتماد بخشی از مردم استفاده کنی، با گندم نمایی بعد جوفروش از آب درآمد، چقدر بده آدم بره تو مجلس بشینه بگه بله آقای صالحی چند دفعه مذاکره کردیم نمیخواست وزیر بشه. به مقام معظم گفتم، گفت تلفن بزنیم بیا. زمان فتحعلی شاه، زمان خان قجره، بگید بیاد، نیاد سرشو میبریم، قهوه قجری بهش میدیم. این خانم نازنینم برای وزارت شهرسازی و راه خود مقام معظم انتخاب شد. اصلا آقای نرخشی که قبل از اینکه کابینه رو بدیم آقا گفته بود بله، دونه دونه شونو آقا گفتن بفرمون. نمیدونم چی بگم، این افسردم میکنه این حرفا رو میزنم، ولی به هر حال این سرنوشت ملت ماست که گرفتار اینا شد. با درود بر دکتر میزن. دکتر جان، من اینو نمیتوانم بپذیرم که چطور یه گروه مثل مجاهدی که بلای جان ما شدن در سال 57 چطور و با کدوم پول از کجا این گروه را چند سال میچرخانه و با کدوم پول، ولی یک نفر ایرانی ملیگرا و پولدار پیدا نمیشه که ما را در کشور، نه زیاد بلکه در حد معمول، جوانان ایران زمین را، چه دختر چه پسر، کمک کنه و بتوانیم یک حزب قوی داشته باشیم. آی دکتر، دیگر زمان اعتصاب معدنی و غیره گذشته. رژیم با آوردن گروه های کثافت حماس و حزب الله، هشت شربی حربی و فاطمیون مردم را به گلوله میبنده. پس ما هم باید یک گروه قوی با فرماندهی مردی محکم با این حکومت مبارزه کنیم. تنها راه مبارزه با اسلحه می باشد. با درود این هه هه. پسرم، برادر عزیزم، سازمان مجاهدین خلق در اول انقلاب بنیاد پهلوی رو گرفتن، رفتن توش، گاوصندوق رو شکستن، مقادیر پول بود اونجا برداشت، ولی بعدن مطابق اسناد، فیلم ها، مستنداتی که در اومد، مبالغ هنکفتی از صدام حسین پول میگرفت. اول اینکه بودجه دیناری داشتن که به پول محلی عراق بهشون داده میشد، یه بودجه ارزی داشتن که به صورت ارز بهشون میدن، برخلاف گروه های دیگر مثل زندیات دکتر بختیار که در درجه اول فکر این بود که افرادی که از جونشون گذاشتن براش کار میکنن زندگی داشته باشن، بتونن زندگی کنن. اینا نه، اینا در این اندیشه نبود.
پولای ارزی صدام حسین رو سرمایه گذاری کرد. زرنگم بودن، برادر آقای رجوی اداره میکرد کار بورس و خرید سهام و در بسیاری از کشورهای آفریقایی دیوتی فری شاپ در اجاره اینا. تو ژاپن شرکت داشتن، برزیل این ورانور کره، و در نتیجه این سرمایه چرخید و زیاد شد. به همین دلیل سازمان اینقدر پول داره. شما اداره کردن 2000 نفر آدم تو آلبانی خود چقدر خرج داره؟ نهار و شام و صبحانه و بالاخره وسایل و زندگیشون هزینه هنگفتی میخواد. رهبرانشون در پاریس در بهترین خونه ها زندگی میکنن. خانم قاجار ازدانلو رجوی ایشون در یک نیمچه قصر زندگی میکنن. بنابراین خب اینا زرنگ بودن، از روز اول حساب کتاب کردن. اما پولدارای ما در خارج انسان‌های برجسته بودن مثل دندیات خیام. هر چه دار و ندار داشتن صادقانه در اینجا کتابخانه درست کن، اونجا مجله رو هزینه‌ش رو بده، اینجا یاری برسان به عده استاد، سمینار برقرار کن، کنفرانس بود. یه عده اینجوری. یا مثل لاجوردی ها بودن، بیزینس درست کردن. همین دوست نازنین و ناصر شاهین‌پر که از مدیران گروه صنعت بشر بود اونجا کار میکرد و خیلی های دیگه. در این انسان رضایی در کاستاریکا چیپس درست میکرد میفروند با فرزند علیلش. بله بودن، از این آدم ها بود. اما یکی هم بود مثل انصاری، میلیارد و برداشت رفت تو امریکا، سرمایه گذاری کرد، جزیره ای گرفت و کارخونه رو، یک ایرانی رو هم نبرد اونجا. از این آدم ها. در نتیجه میخوام بهتون بگم تفاوت ها رو براتون بگم. من آدم های زیادی دیدم، آدم های پولدار خیلی دیدم، آدم های فداکار خیلی دیدم، خیلی آدم هایی که از جان و جهانشون می گذشتن. اینا رو همه رو من دیدم و فرق میکنه. مثلا ببینید در حد و فرم میخوام بگم، یکی میشه پزشک، اون امکاناتی که داره، هر چقدر امکانات محدود، ولی در خدمت هموطنانش گذاشته میشه. من میبینیم که چه انسانهایی هستن، با چه عشقی، با چه واقعا با چه عشقی دنبال اینا هستن، دنبال اینی که به هموطنشون کمک کنن، و واقعا اینا رو آدم میبینه و براش اعتبار و ارزش ویژه قائل میشه. مثل دوست دندان پزشک ما رامین فرز، مردی که در حرفه خودش اول میشه، اگر جایی بتونه واقعا بدون چشم داشت کمک میکنه. اگه یه هموطن هم از ایران اومد احتیاج به کمک داشت کمکش میکنه. این در حرفه خودش پزشکی. پزشک دیگری هم داره که اصلا سلام بهش میکنه باید پول بده. پولدارهای بزرگ ما گاهی که باشون حرف زدم که آقا چه نمیه جلو، چه نمیه کمک بکنی، میگه من باید مطمئن بشم این انسانهایی که ادعای رهبری دارن اینا دنبال آزادی ایران هست، نه برای خودشون بخوان معرکه گیری کنن. من اینا رو دیدم. اینا که بهتون میگم، این آقای دکتر سمنانی ما رفیقمون واقعا آدم فداکاری، واقعا آدمی است که برای هموطنانش آماده کمکه. در چند مورد من دیدم، واقعا در چند مورد خیلی مهم قدم پیش گذاشته، کمک کرده و عین خیالش هم نبود. منتها اونجایی که میخواست بیا حتی به من گفت، من با چند تا از این کارآفرینان صحبت کردم، شاهزاده رضا پهلوی بیاد و اون تشکیلاتی درست بشه، ما با تمام وجود آماده کمک هستن عزیزم. برای تشکیل یک حزب قوی فقط پول احتیاج نیست، اراده ملی احتیاج.
من امیدوارم این اراده ملی در ما تقویت بشه، در ما وجود داشته بشه. ممنونم دوست من برای اشاره بسیار مهمه. امیدوارم با سلام خدمت نوریزاده، امیدوارم علی‌رغم شلوغ بودن سر خودتون و همکاران گرامیتون در تغییر مکانی که دارید، در امور مهم مدیریت دستگاه تحت نظرتون توفیق کامل داشته باشه. دوست بزرگوار، بعید می‌دانم شما از هجوم بی امان افاقنه به ایران آگاهی کامل نداشته باشید و به طریق اولا حتما از نابسامانی هایی که در پی بی تدبیری های مدیران رد بالای حکومت با مجوز ورود دادن به افغانستانی ها بروز کرده و تقریبا همه شهرها و روستاهای ایران زیبا را فرا گرفته اطلاع دارد. با عنایت به مورد اشاره شده تأیید می فرمایید. بله، حتما باید نیروی بازدارنده برای مقابله با جرم‌ها و جنایاتی که افاقنه مرتکب می‌شوند وجود داشته. لذا پشتیبانی و دلسوزی آن جناب از بیگانی که حتما با ارتکاب عمل خلاف قانون دستگیر شده و پلیس برای جلوگیری از فرار نامبرده متوسل به سختگیری شده و بزرگ و پررنگ کردن این دلسوزی در برنامه روز دوشنبه مورخ 22 مرداد ماه خیلی جنبه منطقی و عادلانه نداره. پیشنهاد میکنم اگر به لحاظ تراکم کارهایتان وقت مطالعه اخبار حوادث این سرزمین بلا کشیده و مظلوم را ندارید، به کمک یکی از همکارانتان روزانه از یکی دو اتفاق منجر به جرح شدید و فوت که حتما و قطعا فاعل یک موردش یکی از همین افاقنه است آگاه کردید تا شما هم متوجه شوید ابراهیم رئیسی با سیاست غلط خودش در خصوص برنامه ریزی برای مجوز ورود دادن به 15 میلیون افغان و ارائه شناسنامه و کد ملی به آنها چه ظلم عظیمی به ملت ایران و راه افتادن چه بلبشویی در جامعه ایران رقم زد. انتظار دارد نظر حضرت عالی را در این خصوص به نحوی شایسته که قابل استفاده بینندگان و شنوندگان برنامه شما و ایران فردا باشد دریافت کرده و از آن بهره ببرند. با تقدیم احترام، جلال از شهر بهار نارنج بابو. جلال عزیزم، ببین، دفاع من دفاع از همه افغان ها و آنهایی که مرتکب خلاف میشن نبود، به هیچ وجه. دفاع من از آدم های مظلومی که بی پناه کشور خودشون رو آدمخواران و طالبان گرفتن پناه میارن به همسایه. چرا؟ در رژیم گذشته این هم 2 میلیون افغان در ایران بودن. چرا اینجور جرم ها ارتکاب پیدا نمی کرد؟ شما میده رژیم مرجوی بانوی گرامیشو سر میبره به گردن افغان ها میدازه. خیلی طبیعی است که در جامعه تأثیر بدی میگذاره. افغان ها خیلی برای ما کار کرد. نیمی از این ساختمون ها اینا در ساختنش بوده. کار کردن. من خودم در خونه ای که داشتم که رژیم مصادره کرد و برد، فرد افغانی بود اونجا با زن و بچهش. آدم های خوبی بودن. آدم های قدردانی بودن. اینا رو نباید از یاد ببریم، همجوری فکر کنیم همه افغان ها بدن. نه، اینجور نیست، به خدا اینجور نیست. همشون بد نیستن. نوع رفتار ما، نوع فشاری که برشون میاد، البته یه آدم بدم یه آدم بدم توشون هست، مثل همه ملت های دنیا. مگه همه ما ایرانی ها خوب هستیم؟ مگه هممون رفتار و کارمون کار درست و خوب نیست؟ اینه که میخوام بهتون بگم اینقدر چیز نباشید، یعنی اینقدر با شدت به قضیه نگاه نکنید. هر هست آدم های بد توشون هست، جنایت کردن، یه مورد که دختر نازنین کوچک مورد تعرض قرار ببینه همه هست. ولی شما یک متهمی را که میگیرید مطابق قانون ببینش دادگاه محکومش کنید،
حکم رو هم اجرا کنیم، نه اینکه بندازیم با لگد بزنیم تو سرش. این رژیم با بچه های خودمون این کار رو میکنه، وای بالا افغان. اما این که آقای رئیسی 15 میلیون افغان رو درست نیست. رو تعداد ببین، اروپا یه دفعه پر شد با این بهار عربی، موج مهاجری. 2-3 میلیون از سوریه اومدن، توشون آدم های بد هم زیاد بودن، از عراق اومدن، از جاهای دیگه اومدن. خب اینا اومدن تو جامعه اروپا، بداشون آثار خودشون رو ظاهر کردن، اما خوباشون رفتن یه گوشه زندگی و بچه هاشون رو مدرسه فرستادن و خودشون سعی کردن کاری بکنن، کاری پیدا کنن. یعنی میخوام بگم همه با یه چوب نباید بزنیمشون. بله، رژیم یه عده افغان رو آورد، در فاطمیون و بعد یه عده پاکستانی زینبیون و یک مشالاتان حقباز از اینا اومدن استفاده کنن. این بدبخت ها محتاج پول، هرچی بهشون میگفتن میکرد. بعضیشون هم به ایران کینه دارن، اینم من دیدم. بعضی از این دوستان هم همسایگان افغان ما که پشتون هستن به خصوص، از ایرانی نفرت دارن به خاطر مذهب. زبان فارسی حرف نمیزنه، بقالی داره. میگم چرا فارسی حرف نمیزنی؟ میگم من پشتونم. میگم پس فارسی بلدی داری؟ میگی من پشتونم. چرا فارسی حرف نمیزنی؟ کینه است. آخوند اونا هم مخ اینا رو پر کرده که این شیعه ها رافضی هست، و در حال که توی ایران سنی هم سنی محرومی که این دولت آقای پزشکیان حتی جرأت نکرد وزارت نفت که استحقاقش رو داشت اون نامزد سنی، اونم به اونا بود. یه نامه دیگه هم دارم باز درباره افغان ها، یعنی دوباره همون داستانو. با سلام، از نطق طوفانی و پر از خروش شما درباره افغان ها در برنامه فلان شگفتی زده و بعدم افسرده شدم. آقای دکتر، متاسفانه چون ایران تشریف ندارید و داده ها، بله، و داده هایی که درباره معضلات اجتماعی مملکت که یکی از بحرانی ترین آن حضور بیشمار و ترسناک افغان ها در شهرهای مختلف است، بسیار محدود و ناکافی است. ندیدم نه محدود ناکافی است، من همه رو میدونم. بعدم اینقدر همکار داریم در ایران، روزانه دارن به ما گزارش میده، همکاری که ما کار میکنن سال هاست، در درون خود دستگاه هم داریم. همین باعث می شود گاهی وقتا موضع گیری شما به دور از واقعیت و عقل و منطق باشه. فیلم کوتاهی که از کتک خوردن یک افغان توسط مامور ایرانی پخش کردید اصلا منبع خوبی برای اون صحبت ها و قضاوت های شما درباره بحران حضور افغان ها در ایران نیست. شما از اصل اون ماجرا به علت کتک خوردن خبر دارید؟ خبر فقط همون چند ثانیه رو دید و پخش میکنید. چطور میشه به این موجودات گفت برادران کشور دوست و همسایه، وقتی هر روز، تأکید میکنم هر روز، خبری از تجاوز، دست درازی، دزدی و گردنکشی ازشون پخش میشه؟ اینها برادران ما هستن، باید با احترام باشون رفتار بشه. مأمور نباید بهشون بگه بالای چشت ابرو. نه آقای دکتر، نه، شما وضعیت اسفناک و جنگلوار جامعه رو متاسفانه خیلی سانتیمانتال نگاه میکنید. هنوز دم از رعایت حقوق و برخورد دوستانه با این موجودات خطرناک میزنید. آیا نزدیک وضعیت مترو تهران و واگن‌های آن را دیدید؟ اطراف دریاچه چیتگر و مانور عجیب غریب دسته از افغان‌ها را جلوی چشم مردم چطور؟ داستان تجاوز گروهی چند افغان در یک ساختمان نیمه کاره در یافتاواز تهران به دختر بچه 12 ساله را شنیدیم. از این مسائل چشم بپوشن. چرا؟ چون عمری افغان ها در ایران کار کردن و میکنن، در ساخت و ساز ساختمان ها بیشتر به کار گرفته میشن به جای کارگر ایرانی. استدلال شما اینه؟ به قول خودتون واقعا شگفتی زده میشم از حرفاتون. ما مردم از افغان های متجاوز و وحشی بیزاریم، بیزار. این فقط نظر من نیست، مطمئنم هموطنان هم همین حس رو دارن.
جناب دکتر ما خسته شدیم، متوجه هستی سر و کله زدن با هزار بدبختی جور و جور و سرطانی به اسم جمهوری اسلامی برامون کافی بود و دیگه تحمل دردی به اسم برادر افغان رو نداریم. ما امنیت میخوایم، همین. شما هم کمی واقع بینانه تر برخی مسائل رو تحلیل کنید، نه با استناد به یه فیلم کوتاه که نمیدونیم قبل از چه خبر بوده و بعد از چی. مخاطب همیشگی شما نون نون است. ممنونم نون نون، ممنونم. من اگر سخنی گفتم نه از سر بی خبری بود، از سر این بود ما مردم ایران در طول تاریخ همیشه کمک کردیم، به همسایه‌مون کمک کردیم، در روز درد یاری رسوندیم، نتیجه هم بد نبوده. بعد در یه دوره آخر صفویه اون رفتاری که با میرویس شد، پیری بود، مرد محترمی بود، آوردن در دربار شاه سلطان حسین بهش تجاوز کرد و او پاشد رفت مکه از علمای اسلام علیه صفویه فتوا گرفت و رفت و بعدم که خب محمود و اشرف آمدند و اون بلاها رو بر سر ملت ایران. حالا الان میخوام بگم رژیمی که با طالبان لاس میزنه، با طالبان، حالا گیلاس می نمیزنن شربت میخورن، طالبان افسر ایرانی رو میکشه و رژیم به رو خودش نمیاره، حقابه ما رو میبره به رو خودش نه محل نمیذاره، بعد در برابر اون افغان هم قربانی این رژیم. البته البته من باور دارم، ولی وقتی از یه افغان میشنوم که بله طالبان خوب، زنها خیلی پررو شده بود، همون حرفایی که اول انقلاب بعضی از مردم میزدن، افسرده میشم و میگم خلایق هر چه لایق. 20 سال تلاش شد که افغانستان وارد مرحله نوین بشه، ده تا تلویزیون داشتن، جوانا دانشگاه میرفتن، دخترا وزیر زن داشتن، همه اینا چه شد؟ نتیجه دو تا رئیس جمهور فراری، نگاه کنید دیگه، و معاون رئیس جمهور خونه نشین، و اینم اوضاع کشور. حالا برای طالبان جلوی دزدی رو گرفتن، خودشون دزد اکبرن، مگه خمینی هم نیومد گفت جلوی دزدی رو میگیریم؟ ولی در تاریخ 2500 ساله ایران فسادی که امروز هست اصلا وجود، آقای دکتر زیبا کلام داشت با این قدیری عبیانه مناظره میکرد، چقدر این قدیری عبیانه چرند گفت، 46 میلیارد دلار شاه برده، خجالت بکشید، همه این کار رو کردی ثابت کنی یه سند نتونستید ارائه بدید، تنها کاری کردی رفتی اتومبیل شاه رو گرفتی، خیلی یه دونه تابلو کم شده بود، یه جواهر کم شده، هیچ کدوم، نه در زمان رضا شاه نه محمد رضا شاه پهلوی، ولی در زمان شما شیر تخت جمشید رو آوردید دبی فروختی، سماور رو 4000 چای رو آوردید فروختی، همه دزدیای شما بود. به هر جور میگم دردناک، آدم اینا رو باز می‌کنه. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم در خدمت. با درود دوباره، امیدوارم این موسیقی دلپذیر با به میل شما بوده باشه. بله میخوندم نامهای شما رو و پیامهایی که به هر حال من خیلی براش اهمیت قائلم، گوش میدم بهش، اگر توصیه ها و توجیهات شما درست باشه لحظه ای رنگ نمی کنم در شنیدنش و تأثیر قرار دادنش روی سخنم، حرفم، گفته هام، حتی نوشته هام. درود بر آقای نورزاده گرامی. بنده به عنوان یک بیننده علاقه‌مند به تلویزیون ایران فردا نگران برنامه خانه پدری شما بودم که 5 روز در هفته پخش میشه، ولی بجز 5 شنبه ها که مهمونتون آقای سازگار هستن و اطلاعات خوبی دارن، در روزهای دیگر چندان قابل دیدن نبود، ولی در هفته‌های اخیر آقای وفا یغمایی برنامه‌های پرباری ارائه می‌دهند که از جنبه‌های مختلف حتی از برنامه‌های پنجشنبه هم جالب‌تر و پربارتره. بسیار خوشحالم که دو روز هفته می‌توانم پنجره رو به خانه پدری را با اشتیاق ببینم.
و امیدوارم تحت تاثیر مسائل نامربوط به بس این برنامه به بیراهه نره و از اطلاعات وسیع و همه جانبه مهمان عزیزتون نهایت استفاده رو ببریم. ارادتمند فیروز. فیروز عزیزم، این یکی دو ماهه رو بر من ببخشان. ما شرایط خاصی داشتیم، گفتم براتون، اسباب کشی و از اینجا به آنجا رفتن خیلی برای من سنگین بود، جا به جا کردن، این برنامه رو درست کردن، بعد تایم رو باید تطبیق بدم. من در استودیو لس آنجلس ضبط میکنم الان تا استودیو من حاضر بشه. ساعت رو در نظر بگیرید، اونا تایمشون با من 8 ساعت عقبن. یعنی من برنامه رو اگه 12 شب بگیرم 2 بعد از ظهر اونا میشه. درسته؟ خب از اون به بعد دیگه من نمیتونم برنامه بگیرم. صبحم اون استودیو کارهای دیگه داره، همکارهای دیگر رو باید بگیره، برنامه های دیگر. در نشون میگم واقعا سخته مهمان دعوت کردن. یه هفته مثلا یزدان شهدایی عزیزم و ساعت 1 آلمان رو بردیم رو آنتن، 1 شب بامداد. خب اینا همه تأثیر داره. یه هفته دیگه هم صبر کنین، انشالله همه چی برمیگرده به نرمال و مهمانان عزیز من دوباره در خدمتتون هست. من کارمند یکی از گمرکات مرزی هستم که درباره نامونشان محل خدمتم حرفی نمیزنم. نبایدم بزنی عزیزم، نباید اینا چیزی از شما بدون. فقط خوب گوش کن لطفا. هر سال به بهانه پیاده روی 40 مسئولین هیئت‌های عزاداری با 1 نامه از سازمان حج و زیارت به گمرک مراجعه و مجوز خروج موقت اقلام مورد نیاز برای موکب‌ها و برگزاری مراسم رو می‌گیرن که شامل هزاران تن مواد غذایی و خوراکی، وسایل پخت و پز، فرش و گلیم، پتو و چادر، انواع ظروف غذاخوری، تلویزیون و برخی لوازم برقی دیگر مثل سماور و ماشین لباسشویی، تقریبا هر کالایی که برای برگزاری یک مراسم لازم است میشود. هیچ عهدی در گمرک حق بازرسی این محموله های کامیونی را نداد. فقط اعلام خروجی توسط مسئول هیئت اعلام و بعد از ثبت در سامانه به عراق میرم. نکته جالب اینه که من 4 سال از شاهد خروج این حجم بزرگ از کالاها و ثروت کشور هستم، اما هیچ وقت شاهد بازگشتشون نبودم، در حالی که این کالاها به عنوان خروج موقت صادر می شود. اما قطع است و یقین که منهای اقلام مصرفی سایر اقلام در همان کشور عراق فروخته می شود و به ایران بر نمی گرد. بدون اینکه ریالی حق و حقوق گمرکی پرداخت شد و حالا پول آن به جیب چه کسانی می رود؟ الله اعلم. میدونیم است. و باز اینکه موقع خروج لابلای این حجم وسیع کالا چه چیزهایی مثل طلا و مواد مخدر و اسلحه خارج می شود هم بماند. خلاصه اینکه پیاده روی 40 یک اتفاق ساده و خودجوش نیست، یک برنامه‌ریزی قوی پشت آن کاملا با موافقم عزیزم، کاملا حرف درسته. میلیاردها پول مملکت برای این عزاداری بی ربط، بی معنا، بی منطق و بدون پایه و ریشه و دروغ. نه اماما برای حسین و جدشون و غیره 40 گرفتن، من اصلا در تشیع رسم اینا حقه بازیه، اینا همه حقه بازی. آرتور رو تاسو هم میگرید 40 دکون سیدنی، حتی خمینی هم نداشت، دکون سیدنی. هر سال به این بهانه مزدوراشون روستن عراق. یک فیلم میدیدم، راننده یک ماشین زباله کش عراق، گفت خدا رو شکر برادران ایرانی میان شهر کربلا و نجف رو تمیز مثل دست گل میکنه. بعد نشون داد یه رفتگر ایرانی داشتن قیابونا رو تمیز میکنه. بیمارستان درست کردن، مدرسه درست کردن، زریح و تعمیر، اینا همه دکونیست
که آقای خامنه‌ای برای بقای خودش و این رژیم منحوس داره از خزانه ملت خرج میکنه، بودجه آموزش پرورش رو میزنه، یادتون باشه. اما برای مؤسسه امام خمینی مثل بایزی 400 میلیارد پول میدن، کمتر از بودجه آموزش پرورش. اینا برای چیه؟ برای همین خزعبلات مثل مجلسی و خمینی و غیره رو رواج دادن و نشر دادن. واقعا حیرت میکنن، پشتش میلرزه که این جانورا به سر مملکت ما چه آوردن. مواد مخدرم که عراق در زمان صدام حسین نه رنگ تریاک رو دیده بود، نه رنگ هروئین رو دیده بود. حالا یه کارگر مصری ممکنه یه حشیش میورد و یه سیگار حشیش بکشه، ولی اصلا باب نبود که از این کارا بکنه، اصلا وجود نداشت. برخورد بسیار سخت میکرد. از وقتی جمهوری اسلامی اومده، خود مسئولان عراقی میگن، من از دکتر عیاد علاوی شنیدم، هزاران نفر الان در عراق معتاد شدن، در کردستان عراق، در بصره، که راحت نشسته بالای پشت بومش داره تریاک میکشه. اینا که اصلا وارد به این کار نه. آخوندا همین کن. ببین یک دونه فتوا اینا علیه تریاک نهده، اونو حلال میدونن. مشروب اگر یک آبجو بخوری و بزنن تو پدر تو دران، اما بشینیم برنامه کوکنار بازی داشته باشیم آقای ولایتی و حداد عادل، اشکال نداره، اشکال نداره. تو قرآن که نه نشده، چون میدونست قرآن تریاک چیه. بله برای مشکلات پیغمبر آیه می اومده، ولی به تریاک و اینا سن چیه؟ بگذاریم. 9000 سال عمر کرد، اونم کشتیش ما رو با چه چیزایی فریب داد، با چه چیز. و خودمونم برای این حرف رفت. جواد فاضل خدا بیامرزه پاورقی نویس، بعد یه دفعه افتاد به کتاب 14 معصوم نوشته، پرفروش. حالا بدبخت تصادف کردم، ولی پرفروش. دو نوع کتاب پرفروش بودی که خاطرات و خاطرات محوش بچاره، یه نفر به جای اون می نوشت از این مزخرفات، یک هم این کتاب، و هر دو باعث فریب بود. سلام آقای نوری‌زاده، سالیان دراز است از سال 86 شمسی که تو شبکه کانال یک می دیدمتون تا الان، روز به روز مهرتان بیشتر به دلم میشه. دوستتون دارم، اندازه ایران، بلوچم از جنوب خراسان، از یوتیوب دنبالتون میکنم، طوری که در هر حالتی بودم شب برنامه‌تون رو تماشا کردم. گاه طفل آبجیم رویاهامه که بخوابونم، صدای دلنشین شما رو میذارم تا با صدای شما بخوابه و میهم پرستی تو مخش از زبان شما و صدای شما بره، جاگیر بشه. هر کجا که هستید تندرست و سالم باشید. در پناه الله، من بلوچ سنی مذهب فقیر و وطن پرست عاشقتان بدون ریا. عزیزم، نازنینم، منم عاشق تو، میدونی حال من چقدر خوب کردیم، چقدر قشنگ بودی، نامه صادقانم. بچه خواهر تو ببوس جای من عزیز دلم، کاش بودم اونجا میبوسید. نازنین ایداد بلوچای عزیزم، برای افرادی که مشکل اعتیاد دارند، همراه داشتن تا 75 گرم تریاک یا هر نوع مواد مخدر در پیاده روی 40 بلا مانع. فیض 40 را نباید به واسطه اعتیاد پیش با افتاده دست داد. معتادین عزیز بشه تابید به سوی 40، کم خیر دنیا در آن نهفته است، هم خیر آخرت. اینو از قول سردار رادان، فرمانده نیروی انتظامی بوده. البته از رادان هم باید همیشه انتظاری داشته بود. شما رادان چی میخواید بشنوید؟ همینه دیگه، رادانه دید. بله، دوست دیگری برام نوشته، درود بر شما و همکاران گرامی. همونطور که در یک برنامه تو فرمودید،
جناب میبودی افرادی را به بینندگان ایران فردا معرفی نمودند که در خور توجه و ستایشند. در میان این افراد دکتر حسام نوذری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارد و ما از دانش و آگاهی و بینش ایشان بسیار استفاده نمودیم. تقاضای بنده از شما این است که اجازه دهید بینندگان شما حتی امکان از وجود ایشان بهره‌مند شوند و اطمینان دارم که بسیاری چون بنده از حضور دکتر نوذری با دانش و بینشی که دارند در آن تلویزیون مشعوف می باشند. حقیقت است که جناب‌عالی در هفته یک ساعت یا بیشتر را به ایشان رخصت دهید تا با دانش خود موجب اطلاع آگاهی عموم شده و بینندگان تلمذ و کسب فیض نمایند. با تشکر فرد عزیزم، من خودم عاشق دکتر نوذری هستم. یک انسان برجسته، روشن فکر، بی عقده، روشن فکری که سر تا پا بهتره. من واقعا وقتی حرفاشو گوش میدم بسیار حرفای آموزندهیه. کمتر کسی رو دیدم مثل دکتر نوذری اینقدر مسلط باشه برکن. بعد ببینید یکی از چرا تلویزیون مثلا ایران فردا اصولا هست، یکی از دلایل فقط این نیست که ما بیایم انتقاد کنیم و بگیم این بده این خوبه، نه. من یکی از هدفهای اصلی از اون اول که دید برای من فرهنگ جایگاه بسیار والایی داره و از روز اولم تلاش من این بوده که در عرصه فرهنگ ایران کار کنیم. حضرت فردوسی برامون اعتبار و ارزش داره. راجب رضا شاه میگن مرحوم اورنگ میمده هر روز و برای رضا شاه داستانهای شاهنامه رو میگفته. اورنگ بگو این داستان سیاوش رو و براش اون. و رضا شاه با عشق به ایران، با این روحیه ایران دوستیاش، آقا رضا شاه 2000 تا ده داشت، ده ها رو برش بخش برد گور چکا کرد، ده ها رو آباد کرد، بعدم بنیاد پهلوی همه رو یک جا به مردم داد. خودکالی میکنه آقای ابیانی که بله خوب شد که اینجا اوقاف شد و نتونه رضا شاه بگیره. ایران 1% دهات آب داشت، 4% 1% برق داشت، 4%. چرا دروغ میگی؟ مد خجالت تو مثلا دیپلمات بودی که ابعاد دزدیات در استرالیا به خصوص سر دل و جگر فروختن گوسفندا معروف خاستقام هست. تو بعدم دفاع کنی، بعد از این رژیم دفاع کنی. رژیم دیگه بود پوست تو رو کنده بود به خاطر دزدیات. بیمار شرقی قصاب بیاریم پول ازش بگیریم که مهاجرت کرده به استرالیا. چه کارهای شما کرد؟ وقتی داری میگی در ایران 1% دهات برق داشتن و 4% آب، این سپاه دانش که به همه ایران رفته بود در چند اینا حمام ساختن، مدرسه ساختن، کلینیک درست کردن، درمانهای اولیه سپاه بهداشت، حمام پاک با دوش درست کردن، آب نبود، هیچی نبود، لوله کشی های گاز همه زمان شاه شده بود. حالا اینا کردن تمام پروژه‌هایی که در حال انجام بود با 15 سال تأخیر نامدن انجام دادن، از مترو گرفته تا پروژه بوشهر تا هر جور شما نگاه بکنید. به قول دکتر زیبا کلام اون همه قراردادهای عظیم پتروشیمی و پالایشگاه و جاده و غیره در زمان شاه بسته شد و به اجرا گذاشته شد. شما آمدین لغوش کردید، مثل کرسنت اون همه به ما ضرر زدی و حالا ادعا میکنید که بله شما بودید، شما کار کردید. شما چه غلطی کردید؟ در این 45 ساله برج ساختید، هی رفتید بالا، فضا رو داغون کردید، هوای کشور رو آلوده کردید، توی شهر کوچولو رفتید برج ساختید. مردم یه خونه داشتن دو طبقه یه طبقه با قیافه و صفحه و شکل. شما الان تو لندن غیر از وسط شهر کجا برج میبینید؟ کنار رودخونه اومدن یه سری ساختن، اونم نه بر انگلیس ها، همشون خارجی هم. همشون عربن و چینی و
همین این کشورها از اونجا پولدارشون اومدن تو برج که چشمانداز رودخونه داره. الان انگلیسی عاشق خونه دو طبقه شه. میخوام بگم بهتون که یه مقدار ما اصلا چشممون رو بستیم. برج میلاد، برج میلاد پروژه مرحوم نیکپی بود. اون مرد بزرگ و اینا کشتن، این ناجوان مردان نیکپی رو کشتن، شهردار رو. فکر کنید یه رژیمی بیاد بگه کرباس چی؟ آه نه تو این طرح بزرگ رو اجرا کردی و تو رو کش؟ تو اومدی آقای ملک مدنی اینقدر کارهای بزرگ تو اصفهان کردی، تو رو باید سر بری؟ خجالت بکشید، خجالت بکشید، شرم کنید از این رفتار و کردار و گفتار. واقعا واقعا متاسفم، متاسف. به ناپلئون خبر داده شد در جنگ پیروز شد. ناپلئون پرسید چقدر تلفات دادیم؟ گفتن 60% نیروها کشته شد. ناپلئون گفت یک بار دیگر پیروز بشویم نابود خواهیم شد. حال حکایت امروز ماست. هر روز میگویند با مقاومت در مقابل تحریم‌های آمریکا پیروز شدیم. پیروزی که با ویرانی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی ایران به زیر خط فقر رفتن 60 میلیون ایرانی، فرسوده شدن زیر ساختای ایران، نابود شدن صنعت گردشگری ایران، فرار سرمایه ها، بلوکه شدن صدها میلیارد دلار سرمایه ایرانی در بانک‌های خارجی، فرار جوانان ایرانی به خارج همراه بود. این پیروزی دست کمی از نابودی نداره. آره پسر، این پیروزی دست کمی از نابودی نداره. توسعه ما، رشد ملی ما به 14% رسید. در دهه 50 از زیر 8% زیر 8% نیومدیم، تا 14% رسید. با وجود بزرگانی مثل دکتر عالی خانی، این مردان نازنین، سمیعی رئیس بانک، بانک مرکز، حالا کیا جای اینا نشست و با اینا میخوایم مملکت رو کجا بره، چی بشه؟ شما از افغان مینالی، از هموطن خودت چرا نمینالی؟ این مردکی که به عنوان احمد وحیدی وزیر کشور جانشین سمال نوکر محمد باقر قالیباف، از چه مینالی؟ نالشت باید از اینا باشه، از اینهایی که چیزی برای مملکت نگذاشته. آقای خامنه ای به هنیه وعده میداد غزه رو ما برات میسازیم، با ارث مبارک پدرش میرزا جواد بیچاره که خونه 50 متری داشت، ایشون میخواد غزه رو بسازه، نابود بکنین تا ما بیایم بسازیم. ارث پدرمون دیگه، همشهد رو بردیم کامیون کامیون خرج کنیم. ایداد ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا برنامه دیگر در پناه پروردگار عاشق.